به نام خدا، اسم من سید رضا دهخان هست و در خدمتتونم با آموزش دو تا از GUI فریم ورک یا GUI تول تیک های پایتون. GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس که به فارسی واسطه گرافیکی کاربر ترجمه شده. برنامه‌هایی که دارای GUI هستند، برنامه‌هایی هستند که به جای تایپ فرمان‌های طولانی و پیچیده، با استفاده از پنجره‌های گرافیکی که برای اونا طراحی شده میتونیم از اون برنامه استفاده کنیم. مثل همین IDLE پایتون، یه آیکون داره، روش که کلیک کردیم یه پنجره برامون باز میشه و میتونیم از امکاناتی که داخل اون تعبیه شده استفاده کنیم. برنامه هایی که به صورت دیفالت با پایتون نوشته میشه برنامه های بدون GUI هستن و به صورت تکست بیس هستن، ولی پایتون پکیج ها و لایبرری بسیار زیادی برای ساخت GUI داره. پکیج هایی مثل WX Python، پکیجی مثل TK Inter، Graphics.py، پکیجی مثل Py، QT، این پکیج برای ساختن GUI های پیشرفته و پیچیده است. پکیجی مثل Kiwi که برای ساخت GUI های برنامه های کراس پلتفرم مثل ویندوز، اندروید، iOS، OS X میتونیم از پکیج کیوی استفاده کنیم. در این آموزش ما قصد داریم که راجع به دو تا از این پکیج ها، یک graphics.py، دو TK Inter صحبت کنیم. پیش نیاز هایی که برای این آموزش احتیاج داریم، یک، برنامه پایتون، خود پایتون رو باید نصب کنیم و سعی کنید پایتون 3 را نصب کنید، چون با پایتون 2 یه تفاوت سینتکسی داره که ما راجبش بحث نمی کنیم. من خودم پایتون 3.6 را نصب دارم و پیش نیاز دیگه ای هم که داره، باید مقدمات و سینتکس پایتون را بدونید. با این دو پیش نیاز میریم سراغ یادگیری پکیج گرافیکس. پس من میخواییم راجب graphics.py صحبت کنیم. گرافیکس یه لایبرری بسیار ساده گرافیکیه که برای برنامه‌نویس‌های تازه کاره بتونن یک تجربه کوچیکی با ساخت GUI داشته باشن، ساخت اپلیکیشن های دارای GUI داشته باشن. در این لایبرری دو نوع آبجکت داریم، یک گرافینه که یک پنجره برای ما فراهم میکنه که بتونیم اشیا و آبجکت هایی که داریم رو توش قرار بدیم. دو گرافیکس آبجکته که آبجکت هایی که باید داخل پنجره قرار بدیم و برای ما فراهم میکنه. در ابتدا باید گرافیکس رو نصب کنیم، چون به صورت دیفالت با پکیج پایتون نصب نمیشه. یه مرورگری باز میکنیم، اینجا تایپ میکنیم how to install graphics py، لینک رو کلیک میکنیم. این قسمت اولش توضیحات نصب گرافیکس داخل مک، قسمت دومش میایم داخل ویندوز، چون من از ویندوز استفاده میکنم. قسمت اولی که باید انجام بدیم اینه که موقع نصب پایتون اد پایتون تو پس رو بزنیم. موقعی که اد پایتون تو پس رو بزنیم، سی ام دی رو که بیاریم بالا و عبارت پایتون رو تایپ کنیم، برای ما پایتون رو باز میکنه و میتونیم داخل سی ام دی از پایتون استفاده کنیم. و اونایی که پایتون رو نصب کردن و این گزینه رو نزدن میتونن سرچ کنن و پایتون رو به پسشون اضافه کنن. کار بعدی که باید انجام بدیم این دستوره. این دستور رو کپی میکنیم، میایم داخل همون CMD پیستش میکنیم و اینتر رو میزنیم. خودش اتومات برامون نصب میکنه، ولی من چون نصب کردم دیگه اونا نصب نمیکنم. اینا رو میبندیم و میریم سراغ اولین اپلیکیشن. اولین کاری که باید انجام بدیم، آیدیالی رو باز میکنیم. اولین کار اینه که لایبرری رو ایمپورت کنیم. دو نوع ایمپورت کردن داریم، یک ایمپورت گرافیکس به این صورت که موقعی که ما به این صورت ایمپورت کنیم تمام پکیجاش ایمپورت نمیشه. مثلا من بخوام الان پنجره بسازم، وین مساوی با بزنم با گراف وین، گراف با جی بزرگ و وینم با دبلیو بزرگ،
الان بزنم ارور بهم میده، میگه من همچین ماژولی ندارم و باید به این صورت تایپ کنم، بگم که graphics dot graphbin و الان واسه من یک پنجره ساخت، پنجره که به صورت دیفالت 200 پیکسل در 200 پیکسل عرض و طولش است و تایتلی هم نداره، تایتل دیفالت خودش رو گذاشته. حالا من پنجره رو میبندم win.close اونجا بود win.close و حالا که میخوایم به این صورت تایپ نکنیم و تایپمون طولانی نشه، لایبرری به این صورت ایمپورت میکنیم، میگیم from graphics import star، یعنی تمام ماژولایی که داخل گرافیکس تعبیه شده برای ما ایمپورت کن. حالا این کاری که انجام میده ماژولایی که خود نویسنده گرافیکس تعریف کرده که ایمپورت بشه برای ما ایمپورت میشه و تمام اونا ایمپورت نمیشه. راجع به این موضوع بعداً بسیار بحث میکنیم، الان به این صورت ایمپورت میکنیم و اگر ما این کد رو اجرا کنیم میبینیم که یک پنجره برای ما باز کرد و دیگه ارور بهمون نداد این پنجره. حالا دوباره پنجره رو ببندیم، یک پنجره دیگه می‌نویسیم، تایتلش رو میذاریم تست، آرگومان اولش رو میذاریم تست، سایز دیفالتش 200 پیکسل در 200 پیکسل، ما میذاریم اینجا 300 در 300 و اینتر میکنیم. پنجره 300 پیکسل در 300 پیکسل با تایتل تست برای ما میسازه. خب حالا کار بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که یک خط رسم کنیم داخل این پنجره. برای رسم یک خط به دو نقطه احتیاج داریم، یعنی دو تا نقطه تعریف میکنیم به اسم P1 مساوی با پوینت با پی بزرگ ایکس و ایگرگش رو بهش میدیم، میگیم آقا 10 و 10، ایکس و ایگرگ 10 و 10 رو بهش میدیم. هنوز هیچی برای من رسم نکرده داخل این پنجره، ولی کاری که باید انجام بدیم اینه که P1 رو دراو کنیم داخل ویندویی که تعریف کردیم، دراو وین. ما الان اینتر بزنیم این نقطه رو برای ما رسم کرده. حالا یک نقطه دیگه ای تعریف میکنیم اسم P2، P2 مساوی با پوینت ایکس و ایگرگش هم میدیم مثلا 80 و 90 و P2 رو دوباره دراو میکنیم داخل وین، مسترش رو بهش میدیم وین، اینم P2. حالا برای رسم لاین میایم یک وریبل تعریف میکنیم اسم L1 مساوی با لاین با L بزرگ، دو تا پوینتی که تعریف کردیم P1 و P2 رو بهش میدیم، بعد میگیم L1.draw وین هم مینویسیم. میبینیم یک خط از P1 به P2 برای ما رسم کرد. حالا به جایی که این دوتا نقطه رو جدا تعریف کنیم میتونیم داخل همین لاین هم نقاط رو بدیم، یک وریبل L2 تعریف میکنیم مساوی با لاین، میگیم پوینت، اون اولی 10 و 10 بود اینجا میگیم 20 و 20 و پوینت دوم میگیم 90 و 100 و میبندیم و L2 رو دراو میکنیم، L2.draw وین. این یه خط دیگه ای کشید ولی نقاطش چون افتاد رو هم مشخص نیست کامل. حالا برای کار بعدی که انجام بدیم یک دایره میخواییم رسم کنیم و داخلش رو یک متنی قرار بدیم، میایم یک وریبل تعریف میکنیم به اسم C، به اسم سنتر. برای دایره باید یک مرکز بهش بدیم، یک شعاع، میگیم پوینتمون مساوی با 50 و بیاییم یه خورده اینور 100 و 100 صد هم که استفاده کردیم
یه خورده این ورتر 150 پوینت رو تعریف میکنیم. این نقطه رو داریم، حالا میایم میگیم سی مساوی با، میخوایم دایره تعریف کنیم، سیرکل پوینت رو بهش میدیم سنتر و یک شعاع بهش میدیم، شعاع سی مثلا. سپس سی دات دراو، سی رو رسم میکنیم داخل پنجرمون. وین یک دایره برامون رسم کرد با مرکز 100 و 150 و شعاع سی. حالا میتونیم دایره رو یک رنگی هم بهش بدیم با تابع ست فیل اف بزرگ، رنگمون هم میذاریم رد، دایرهمون قرمز شد، خوشگل شد. حالا برای اینکه یک تست داخلش تکست داخلش بذاریم، میایم یه تی تعریف میکنیم مساوی با تکست و تی بزرگ، یک نقطه میخواد، یک پی میخواد، یک نقطه شروع میخواد و یک مد. نقطهشو میدیم همون سنتر مرکز دایره و یک متنی هم بهش میدیم مثلا های، و پرانتزمون رو میبندیم، میگیم تی دات دراو وین. میبینیم که یک های داخل دایرهمون قرار داد. دایره رو که رسم کردیم، شکل بعدی که میخوایم رسم کنیم با استفاده از تابع رکتنگل میشه مستطیل و مثلث رسم کرد با استفاده از نقاطی که بهش میدیم. دو تا نقطه میخواد، یک نقطه سمت چپ بالا و یک نقطه سمت راست پایین، به صورت قطری نقاط رو بهش میدیم. نقاطی که ابتدا تعریف میکنیم میگیم که R مساوی با rectangle، دو تا نقطه میگیره از ما point، میگیم که 150 x داشته باشه و 150 هم y، و نقطه بعدی که بهش میدیم point میگیم که 250 و 250، x و y هم بهش میدیم 250 250. r dot draw masterش هم بهش میدیم win، رسم میکنیم یک مربع برای ما کشید با این نقاط. میتونیم نقاط رو طوری تنظیم کنیم که مستطیل بهمون بده، و میتونیم با همون تابع set fill رنگش رو تغییر بدیم. حالا قرمز کشیدیم، یک آبی هم بذاریم بلو، این قرمز این آبی. حالا یک دایره رسم کردیم، یک خط رسم کردیم، یک مربع، یه بیزی هم رسم میکنیم، میگیم او مساوی با او وال بیزی، دو تا نقطه میگیره، اونم پوینت داریم 20 و 150 x و y هاشو بهش میدیم، و نقطه بعدی هم میذاریم پوینت 180 و 199 مثلا، و او دات دراو این یه بیزی هم اینجا برامون کشید. حالا این شکل ها زیاد داخل هم رفت، یک تابعی داریم به اسم موو، میگیم سی دات موو. بیا دایرمونو میگیم که 20 تا ایکسش رو اضافه کن، منفی 50 تا وایش رو کم کن. ببینیم کجا میره، دایرمون رفت اون بالا، ولی های با خودش نبود، چون های سنتر تعریف شده بود و سنتر رو ما تغییر ندادیم، فقط دایره رو موف کردیم. پنجرمون زیاد شلوغ شد، میبندیمش. الان من شلا ریستارت کنم، باز این چیا هست، کدایی که نوشتیم و مزاحمه. پنجره رو میبندیم، دوباره بازش میکنیم، دوباره فرام گرافیکس ایمپورت آل استار، میایم یه وین تعریف میکنیم، وین مساوی با گراف وین به حروف بزرگ و کوچیک دقت داشته باشین. تایتلش هم میذاریم تست، سایزش هم میذاریم 300 در 300، و پنجرمون رو میسازیم، پنجرمون رو ساختیم. کار بعدی که بخوایم انجام بدیم اینه که دو تا دایره یکسان رسم کنیم. میایم یک دایره تعریف میکنیم اسم C1 مساوی با
سیرکل یک پوینتی میخواد به عنوان سنتر دایره، بهش میدیم x و y‌ش ها مثلا 80 و 80 و رادیوسش رو بهش میدیم، شعاعش هم میذاریم c و میبندیمش. زیاد گذاشتیم. حالا دایرمون رو دراو کنیم. c1.draw کجا؟ داخل وین. دایرمون رسم شد اینجا. حالا یه خورده هم رنگیش کنیم. میگیم c1.setfill رنگ رد. این دایرمون قرمز شد. حالا میخواییم این خط دورش هم که مشکیه بذاریم زرد مثلا. میگیم c1.setout با او بزرگ لاین بذاریم یلو. خط دورش هم یلو شد. حالا برای اینکه یک دایره دیگه مثل همین دایره ایجاد کنیم، نمیتونیم بیایم بگیم c2 مساوی با c1، چون میاد اسم همین دایره رو مستقیم میذاره تو c2، یعنی همین دایره رو به همین اسم ذخیره میکنه، به اسم c2. برای این کار که یک دایره کپی کنیم مثل همین دایره، میگیم که c2 مساوی با c1.clone، پرانتز باز و بسته. الان یک دایره دیگه برای ما کشید، ولی چون نقاطش مشترکه، مرکزش و شعاعش مشترکه، روی همه میگیم c2.move. میگیم که c2 وایم تغییر نکن. بله، اول c2 رو دراو کنیم. c2.draw وین و موف کرده دیگه. حالا یه خورده دیگه هم بیشتر یا 50 تا دیگه هم بیا قشنگ بیفته کنار هم. حالا کاری که میخوایم بکنیم، یک میگیم که from time از پکیج لایبرری تایم ایمپورت کن اسلیپشو. میام میگیم که فور آی این رنج مثلا 15 دو نقطه، بیا و چیکار کن؟ c2.move دو تا ایکسشو زیاد کن و سه تا وایش رو زیاد کن و یک اسلیپی هم داشته باش وسطش به مدت نیم ثانیه. و الان من این را اجرا کنم، این دایره به این سمت جابجا میشه، به زیبایی داره جابجا میشه. حالا تا بیاد خیلی خوب تموم شد. حالا تا اینجا رو داشته باشیم، بریم سراغ قسمت بعد و چند مثال کاربردی تر. تا اینجای کار اومدیم راجع به پکیج گرافیکس یه خورده صحبت کردیم. حالا برای اینکه یه خورده بیشتر با متدای گرافیکس آشنا بشیم، دو تا مثال میذاریم. مثال یک اینه که یه ایموجی میسازیم یا استیکر. برای این کار ابتدا لایبرری رو ایمپورت میکنیم، میگیم from graphics import star. میایم برای اینکه یه استیکر بسازیم، اول یک پنجره میسازیم که داخل اون پنجره استیکرمون ساخته بشه. graph win یه تایتلی بهش میدیم مثلا ایموجی، طول و عرضش هم میذاریم همون دیفالت خودش باشه 200x200. حالا اولین کاری که باید انجام بدیم، یه دایره میکشیم، میگیم که آقا هدش مساوی با یه سیرکلی، یه سنتری میخواد که پوینت بهش میدیم، پوینت 40 و 100 مثلا، و یه شعاعی میخواد، شعاعش هم میدیم 25 و پرانتز رو میبندیم و اول دراو میکنیم سرشو. دات دراو بیم. خب اینجا میبینیم یه پنجره داریم با تایتل ایموجی، یه دایره داریم به عنوان کله استیکر میخوایم ازش استفاده کنیم.
حالا کاری که میکنیم اول یه رنگی بهش میدیم head dot set fill نان yellow yellow به صورت string. دومین کاری که باید انجام بدیم دو تا چشم براش بکشیم. دو تا چشم اسم اولی رو میذاریم آیه یک مساوی با سیرکل، پوینت رو بهش میدیم پوینت سی و 105 که بیفته تقریبا داخل دایره اولی و شعاعش هم میدیم 5. پرانتز رو میبندیم و میگیم که آی یک دات ست فیل به صورت بلو، رنگش هم میذاریم بلو و میگیم که آی یک دات درام. یه دایره اومد من حالا پایین قرار گرفت، مشکلی نداره. حالا چش دومش هم میسازیم آی دو مساوی با چش دومش هم میذاریم به صورت لاین، پوینت بهش میدیم، میگیم که پوینت اولش 45 و 105 باشه که کنار هم باشه. پوینت دومش رو میدیم پوینت 55 و 105، پرانتز هم میبندیم و میگیم که آی دو دات. حالا میخوایم قطر خط رو مشخص کنیم، ست ویتس. ببینید آورد براتون اوتو کامپلیتش، ست ویتس میذاریم 3 قطر خط که میخواد بکشه. حالا میگیم آی دو دات draw این یه خطی هم اینجا به عنوان چش دومش کشید. حالا برای کشیدن دهنش ماوس مساوی با ماوسش هم به صورت اوال بیزی قرار میدیم. دو تا نقطه میخواد از ما، پوینت یکش هم میدیم سی و 90 و پوینت دومش هم میدیم 50 و 85 مثلا و ست فیلش میکنیم. رنگش هم میخورده تغییر بدیم، ماوس دات ست فیل میذاریم رد و ماوس رو دراو میکنیم دات دراو. اینم از دهنش. کار دیگه که میخوایم انجام بدیم اینه که یه لیبل هم بذاریم بالاش که بگیم که آقا این یه استیکره. میگیم که LB یه تکست، تکستی که میخوایم بذاریم یک نقطه از ما میخواد برای شروعش. میگیم پوینت بذار مثلا 100 و 120 و متنمون که داخلش میذاریم ایموجی، متنمونم میذاریم و متنمونم lb.draw draw میکنیم داخل پنجرمون، متنمونم داریم ایموجی. حالا یه متنی هم داخلش بذاریم که با گرفتن ایونت موس پنجرمون رو ببنده. میگیم که مثلا مسیج ms مساوی با همون تکست، پوینت اولی رو بهش میدیم، میگیم که پوینت ایکس اولی رو به این صورت میدیم که وین دات گت ویدز طول صفحمون رو بگیر، گت ویدز طول صفحمون رو بگیر تقسیم بر دو کن و ایگرگمون هم میذاریم 20. این تابع وین دات گت ویدز میاد این صفحه رو میگیره طولش رو 200 تقسیم بر دو میکنه 100 و ویتسش هم میذاره و متنمون هم میگیم که کلیک تو کوایت مثلا و میبندیم. حالا میخوایم مسیجمون رو دراو کنیم، میگیم که ms.draw داخل پنجره وین دراو میکنیم، میبینیم که این کلیک این متن اینجا ظاهر شد ولی الان من کلیک کنم روش هیچ اتفاقی نمیفته یا داخل صفحه. میگیم بعد اینکه انجام دادی
win.getMouse. من الان چون تو محیط شلم دقیقا نمیتونم نشون بدم که چطوری این اتفاق میفته. الان این تابه رو اجرا میکنم، بعد داخل محیط اصلی پایتون کد کپی میکنم، پیست میکنم و بهتون نشون میدم که چه اتفاقی قراره بیفته. موس پرانتز باز و بسته، موس رو میگیره اینجا. ببینید من کلیک کردم، موس رو گرفت با این تابه get mouse. و بعد این میتونیم بنویسیم win.close. ببینید پنجره بسته شد، ولی تو محیط اصلی پایتون اگر نوشته بشه بعد از کلیک موس پنجره بسته میشه. الان من یک پوز میدم و این متن رو کپی میکنم داخل محیط اصلی و بهتون نشون میدم. خب الان من اومدم این متن رو اینجا کپی کردم و حالا که اجراش کنیم میزنیم ران، یک پنجره برای ما میسازه، داخلش متنیه که قرار دادیم و استیکرمون. من الان کلیک کنم روی پنجره، پنجرمون بسته میشه هر جایی از پنجره. من کلیک کردم پنجرمون بسته شد به این صورت. پس اومدیم یک ایموجی تعریف کردیم، پنجره رو تعریف کردیم، یه هدی براش قرار دادیم با سیرکل، دو تا چشم، یکی سیرکل یکی لاین، بعد ویتسش رو تغییر دادیم، قطر لاین رو گذاشتیم 3، بعد دراوش کردیم، اومدیم دهنش رو با بیزی کشیدیم، رنگش رو تغییر دادیم، متن دو تا قرار دادیم توش و اومدیم win.getMouse که ایونت ماوس رو که کلیک میشه رو میگیره و کاری که بهش میگن رو انجام میده. win.close پنجره رو میبنده بعد از اینکه کلیک روی صفحه انجام شد و مین رو در آخر اجرا کردیم. حالا مثال بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که یک مثلث با همین getMouse ایونت ماوس ایجاد کنیم، سه تا کلیک کنیم روی صفحه، سه تا نقطه برامون بذاره و یک مثلث بکشه. میریم در قسمت بعد. خب همونطوری که گفته شد در قسمت قبل، در این قسمت میخواییم راجع به یک مثال صحبت کنیم که از ما سه نقطه بگیره و برایمون یه مثلث بکشه با استفاده از ایونت موس. حالا برای این کار تو محیط شل نمیشه این کار رو انجام داد. میایم تو قسمت فایل و نیو فایل رو میزنیم، یه فایل جدید باز میکنیم، سیوش میکنیم به اسم تراینگل و سیو رو میزنیم. حالا برای این کار ابتدا لایبرری رو ایمپورت میکنیم، میگیم from graphics import all یا همون start. میایم یه تابع تعریف میکنیم به اسم main دو نقطه. خب در ابتدا پنجرمون رو میسازیم به اسم win مساوی با وین، خواهی میکنم گراف وین و تایتلش رو میذاریم همون تراینگل، سایز صفحه‌مون هم میذاریم 400x400. این از پنجرمون. حالا برای اینکه بک‌گراند پنجره رو عوض کنیم از متد set background استفاده میکنیم، میگیم win.setBackground با بی بزرگ background و رنگمون رو بهش میدیم، اینجا بهش میدیم گرین و پرانتزمون رو میبندیم. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که یک متنی بالای پنجرمون قرار بدیم. میذاریم ms، یه وریبل تعریف میکنیم به اسم ms و text. یه نقطه میخواد برای شروعش، میگیم point x و y‌اش، میگیم win.getWidth همون طول یا عرض پنجرمون رو بگیر تقسیم بر دو کن که وسط پنجرمون این متن قرار بگیره. ویتس تقسیم بر دو که عرض پنجره وسط پنجره قرار بگیره این متنمون و سی تا ایگرگ. بعد میایم به مسیجمون ام اس که ساختیم، یک کالری میدیم، میگیم ست تکست با تی بزرگ کالر با سی بزرگ. میخوایم متنمون چه رنگی باشه، مثلا رد. اینم برای رنگ متن. متن میتونه استایل هم داشته باشه، میگیم ms.set style
استایلمون رو میذاریم مثلا بولد و سایزش هم میتونیم تغییر بدیم. ms.setSize و set size سایزش هم تغییر میدیم، میذاریم 15 و سپس دراو میکنیم مسیجمون رو. ms.drawWin. حالا میخوایم با ایونت موس سه تا نقطه بگیریم. p1 یه وریبلی تعریف میکنیم به اسم p1 مساوی با win.getMouse. getMouse با m بزرگ. این تابه میاد برای ما یک نقطه از صفحمون میگیره. همینجا اینا اجرا میشه، موقعی که صفحمون باز شد منتظر میمونه تا ما روی صفحه کلیک کنیم و یک نقطه برای ما بگیره و داخل وریبل p1 قرار بده. بعد میگیم p1.drawWin و همین رو کپی میکنیم. سه تا نقطه میخواد مثلث، سه تا پرینت میکنیم، اسماش هم تغییر میدیم p2 و p2.draw، p3 و p3.draw. سه تا نقطه گرفتیم الان ما و ستایش هم در داخل صفحه نمایش دادیم. برای رسم چند ضلعی از تابعی استفاده میکنم اسم پولیگان. میتونیم تعداد بیشماری نقطه بهش بدیم و هر چند ضلعی خواستیم با اون بسازیم. ما الان میخوایم مثلث بسازیم، بس سه تا نقطه بهش میدیم. میگیم TR مخفف تراینگل مساوی با پولیگان. پولیگان پرانتز رو باز میکنیم، سه تا نقطه بهش میدیم، همین سه تا نقطه ای که ساختیم P1 و P2 و P3، سه تا نقطه بهش دادیم و میتونیم رنگش هم تغییر بدیم. tr.setfill ما این تابع رنگش رو تغییر میدیم، میگیم بذار برامون گری خاکستری و میتونیم با تابع set width طولش هم قطر خطی که برامون میکشه هم تغییر بدیم. میگیم tr.setwidth برامون بذار 5 مثلا. اینم از قطر خطایی که برامون میکشه و tr رو draw میکنیم. tr.draw داخل win. حالا میتونیم همون تابهایی که قبلا استفاده کردیم مثلا set outline رو استفاده کنیم، خطامون هم رنگش رو تغییر بدیم و main رو اجرا میکنیم. میریم اینجا پایین می‌نویسیم main و تمام، سیو میکنیم، ران میکنیم. این یه صفحه برای ما کشید، یه اروری بهمون داد، مثل اینکه یه آرگومانی اشتباه بهش دادیم، تکست متن اینجا رو بهش ندادیم، متنی که قراره داخل صفحه‌مون نمایش بده. میگیم که کلیک، مثلا کلیک کن، سه تا نقطه بکش و مثلث تحویل بگیر. سیو میکنیم، میبندیم، دوباره ران میکنیم. بله میبینیم که هیچ مشکلی نیست و کلیک ها داریم. حالا سه نقطه انتخاب میکنیم صفحه با کلیک موس. الان تابع ما در حال اجرا شدنه، تو این قسمت گیر کرده و منتظره که یک ایونتی از موس دریافت کنه. ما الان یک کلیک میکنیم، میبینید یک نقطه اینجا کشید. حالا میریم سراغ نقطه دوم. نقطه دوم هم اینجا انتخاب میکنیم، نقطه دوم هم میذاره و نقطه سوم. نقطه سوم رو که بذاریم یک مثلث برای ما میکشه با set width که کردیم، با طول قطر 5 و رنگ خاکستری برای ما این مثلث رو رسم میکنه. دوباره مرور کنیم، اول که لایبرری رو ایمپورت میکنیم، بعد پنجرمون رو میسازیم، بعد با تابع set background background صفحمون همونطوری که مشاهده میکنید سبز هست عوض میکنیم. بعد اومدیم یه متنی ها با تکست و پوینت شروعش و یک متنی داخل صفحه قرار دادیم. رنگ متنمون رو کردیم قرمز، استایلش هم بولده،
میتونیم استایلش هم مثلا بذاریم ایتالیک و با ست سایز، سایز متنمون هم تغییر دادیم، گذاشتیم 15 و سپس متنمون رو دراو کردیم. سه تا نقطه گرفتیم با تابع get mouse. موقعی که کلیک میکنیم روی صفحه، get mouse میاد x و y نقطه کلیک شده رو میگیره و داخل P1 میذاره، برامون دراو میکنه همون نقطه رو، سه تا نقطه برامون میکشه با تابع پولیگان. ما الان اینجا سه تا نقطه داریم که مثلث برامون بکشه، میتونیم هر چند تا نقطه دلمون خواست بهش بدیم تا اونا برامون بکشه. بعد اومدیم ست فیل رنگ مثلثمون رو مشخص کردیم و قطر خطمون رو مشخص کردیم و دراوش کردیم. به همین سادگی مثلا پولیگان ما اینجا بیایم اینو ببندیم، یه کپی از این بگیریم، بگیم که 4 تا نقطه بگیر، بگیم که P4 هم بهش میدیم، P4 سیوش میکنیم، ران میکنیم، میبینیم که هیچ اروری بهمون نداد و حالا 4 تا نقطه بهش میدیم. این یه نقطه، این دو نقطه، این سه نقطه، این هم نقطه چهارم. میبینید چه شکلی برامون کشید؟ این هم از تابع پولیگان. در اینجا بحث راجع به گرافیکس رو تموم میکنیم و میریم سراغ پکیج TK Inter، پکیج دیفالت پایتون.